در این بخش از مجموعه آموزشی نرم افزار ایپلن الکتریک P8 در مورد لیبلینگ صحبت می کنیم. لیبلینگ یا ایجاد برچسب برای سیم ها، تجهیزات، کابل ها و سایر ادواتی که در تابلو برقمون استفاده میشن رو میتونیم تولید کنیم. نرم افزار ایپلن میتونه برای سیم ها و تجهیزات به صورت جداگونه برچسب ایجاد کنه. در قسمت های قبلی ما نحوه شماره گذاری سیم ها و تجهیزات رو توضیح دادیم. حالا در این قسمت شما میخوای این شماره ها و تجهیزات رو چاپ کنید و آنها رو در تابلو برق بر روی قطعات، سیم ها و کابل ها بچسبونید و بتونید اونها رو ایبیابی کنید. نرم افزار ایپلن میتونه این برچسب ها رو به صورت فایل های مختلفی مثل اکسل و یا فایل های متنی ذخیره کنه و اونها رو در اختیار شما قرار بده. شما میتونید این لیبل ها رو با دستگاه پانتوگراف چاپ کنید و بر روی تجهیزات خودتون بچسبونید. برای ایجاد برچسب روی سیم ها ما میتونیم پارامترهایی رو که برای یک سیم مورد نیازه توی این برچسب چاپ کنیم، مثلا شماره 4 و قطعه 1Q4 که قطعه مبدأمون هست و همچنین ترمینال شماره 1 و همچنین در این قسمت لیبلی که در اینجا چسبونده میشه شماره 3 در قطعه 1Q4 و به ترمینال شماره 3. برای انجام این کار از Utilities, Manufacturing Data, Export and Labeling استفاده می‌کنیم. در صفحه Export, Manufacturing Data, Output Labeling می‌تونیم یک ستینگی رو برای خودمون ایجاد کنیم که همواره لیبل‌های خودمون رو طبق این ستینگ ایجاد کنیم. در این صفحه در مقابل ستینگ دکمه براوز رو میزنیم و در صفحه Setting Manufacturing Data Export Labeling گزینه New رو میزنیم. در این قسمت ما میتونیم برای سیم ها مورد نظر که Connection List هست رو انتخاب کنیم و همچنین در اینجا یک نام برای این کار در نظر میگیریم. و اوکی رو میزنیم. در صفحه‌ای که برای کانکشن لیست مهندسیار باز شده در قسمت تب لیبل ما فرمت رو ایجاد میکنیم و همچنین در تب فایل در قسمت فایل تایپ اکسل رو انتخاب میکنیم و همچنین در قسمت تارگت فایل میتونیم نام و محل ذخیره فایل رو انتخاب کنیم. دکمه براوز رو میزنیم، دسکتاپ و یک نام برای اون انتخاب میکنیم. و دکمه اوپن رو میزنیم. همونطوری که میبینید محل ذخیره فایل و اسم اون و همچنین فرمت ذخیره سازی در اینجا ساخته شد. و وارد سربرگ لیبل میشیم. برای اینکه بتونیم یک کانکشن لیست داشته باشیم در این صفحه و در قسمت Available Format Elements کانکشن رو انتخاب میکنیم و دکمه Move to the Right رو انتخاب میکنیم. حال ما میخواییم شماره سیم، شماره قطعه ای که این سیم به اون وصله و همچنین شماره ترمینال اون قطعه که سیم مورد نظر به اون وصله رو انتخاب کنیم. برای شماره سیم کانکشن دیزاینیشن رو انتخاب می‌کنیم و دکمه اوکی رو می‌زنیم. همونطوری که می‌بینید در اینجا وارد شد. برای شماره سمبل که در اینجا 1Q4 بود
دیوایس و سورس رو انتخاب می کنیم. در این قسمت DT رو سرچ می کنیم. حال اگر شما DT و Identifying Without Project Structure رو انتخاب کنید، تگ های سمبل بدون نمایش موقعیت و لوکیشن انتخاب میشن، ولی اینکه شما بخواید اون چیزی رو که در قسمت نمایش دارید حتما توی لیبل داشته باشید، DT Displayed رو انتخاب میکنید و اوکی رو میزنید. همانطوری که میبینید کانکشن و دیوایس در اینجا انتخاب شد و همچنین شماره ترمینال اون سمبل. برای این کار باز هم دیوایس سورس رو انتخاب میکنیم و اون رو به سمت راست هدایت میکنیم. در اینجا کانکشن پوینت دیزاینیشن 1 رو انتخاب میکنیم و دکمه اوکی رو میزنیم. تا اینجا فرمت برچسب سیم ها برای منبع رو ایجاد کردیم. ما میتونیم برای مقصد هم همین کار رو انجام بدیم و در قسمت دیوایس دیوایس تارگت رو انتخاب کنیم از این قسمت. حال ما تا این قسمت اوکی رو میزنیم و در صفحه‌ای که برای ما هست تنظیمات مورد نظر رو انجام میدیم و دکمه اوکی رو میزنیم.